قدرمن دوستانو ښوونه او روزنه د یوې ټولنې دوه وزرونه دي. که چیرې د وزرونه ته پرې کړې د یو کس نه د یو مرغه نه نو هماغه داسې پرمختګ نشي کولی. موږ او تاسو که پلي یو که د دوې پښې د یو انسان نه نه وي نو هغه نشي کولی چې یو مزل ته ورسي یو ځای ته ورسي. همداسې که د یو الوتونکي نه دوه وزر نه وي هغه نشي کولی چې خپل هدف ته ځان ورسي. همداسې ټولنه همدغسې ده. ټولنې دغه د یو په یو جامعه کې چې موږ او تاسو ژوند کوو د ښوونه او روزنه د دوو وزرو حیثیت لري. اوس به په دې باندې بحث کوو ښه چې چیرې که چیرې د دومره اړینه او مهمه ده تعلیم او تربیه ویل ټولنې ته شیان د دوو وزرونو حیثیت لري. که دا وزرونه نه وي نو کومې ستونزې به رامنځته کېږي، کوم مشکلات به رامنځته کېږي؟ او په ځانګړې توګه یوه شي ډېره مهمه خبره ده، په دې بحث کوو چې د ښوونې او روزنې ترمنځ رابطه څومره مهمه ده. که چیرته ښوونه وي روزنه نه وي بیا کومې ستونزې رامنځته کوي، او که چیرته روزنه وي ښوونه نه وي بیا کوم ستونزې او مشکلات رامنځته کوي؟ دواړه څومره د یو د بل لازم او ملزوم دي. په همدې تړاو راسره په خبرونه کې د پوهنتون استاد ښاغلی عاطف دایی میلمه دی چې ښه راغلاست. دایی صاحب سړی مش سهار مو پخیر. عرض سلام و حرمت دارم خدمت شما و تمام دوستان و عزیزایی که بیننده هستن. آرزومند هستم که بحث را دنبال بکنن چون واقعا که شنیدنش ارزش داره. بخیر آقا استاد، ډېره مننه کوم. استاد محترم، لکه څنګه مې چې مخکې دا یادونه وکړه چې ټولنه البته ښوونه او روزنه ټولنې دوه وزرونه دي، څه معنا ده؟ بله، ببینین ما در جامعه که زندگی میکنیم بعضی ارزش ها وجود داره که این ارزش ها واقعا بودنشان از اهمیت بالای برخوردار است و در حقیقت این ارزش ها بودنشان ضامن بودن بشر در جامعه است یا افراد جامعه است و در حقیقت آنچه که به عنوان ارزش امروز ما تعریفش میکنیم در جامعه اگر نباشه زندگی بشر، حیثیت بشر، مال و دارایی بشر که در مو جامعه زندگی میکنه به مخاطره کشانده میشه و در خطر مواجه میشه. حالا او ارزش ها چی است؟ زیاد هستن. اگر یکی پای دیگری حساب بکنیم تعدادشان خیلی زیاد میشه، اما به نسبت از این که وقت ما زیاد گرفته نشه و عنوانی که گذاشته شده روی از او صحبت بکنیم، فقط تعلیم و تربیت در جامعه دو وسیله ارزشی هستن که سلامت جامعه را تنظیم میکنن، آرامش جامعه را ضمانت میکنن و از جان و مال، حیثیت و عقل و نسل افراد او جامعه بر ضمانت میتن بابت سلامتشان. او عبارت از تعلیم و تربیت است. شک وجود نداره که تعلیم و تربیت دو وسیله ارزشی است که به لحاظ حجم و کثافت اگر وزن شوه وزن نداره، یعنی تو ظاهرا در پله ترازو وزن نمیشه، اما اثراتش در افراد او جامعه دیده میشه. بعضی افراد متخصص است که در رشته خاصی تخصص گرفتن، دانش کمایی کرده که او را علم میگویند. حالا میزانش چی اندازه است؟ فقط یک نامگذاری میشه، مقطع لسانس، مقطع مستری، مقطع دکترا، یک نامگذاری میشه که بابت بدست آوردن همین نام باید 2 سال، 4 سال، 3 سال زمان ببره و یک شرایط خاصی را در نظر بگیره، طی مراحل بکنه زمان را تا برسه به اون مرحله که بعد از یک امتحان بسیار بزرگ با نام شبانن ماستر یا دکتر که این دکتر شده اگر موفق شد. سپس اینمی در جامعه یک صفت پیدا میکنه، یک ارزش پیدا میکنه. اینطور گفته میتونم که یک شخص توانا، دانا، متخصص و مبتکر و خلاق در جامعه تقدیم میشه. پس شکی وجود نداره که همچو افراد در جامعه مؤثر یا تاثیرگذار هستند. هر نوع تاثیرگذاری میتوانند که در جامعه داشته باشند، چرا که یک دانشمند یا متخصص در جامعه به منزله یک نور از نور، خودش نور نیست، جسم است، گوشت و پوست و آب و موارد تشکیلات وجودیش است، اما آن صفتهایی را که در خودش پیدا کرده به منزله نور است، میتونه بدرخشه و دیگرا از نورش استفاده بکنه. و انزلنا الیک نورم مبینا، الله رب العزت هم در این مورد تایید بر نورانیت انسانهای متخصص میکنه که
علم به منزله نور است و قرآن هم یک علم و تخصص نامیده میشه. به می خاطر الله رب العزت به پیامبر میگه و انزلنا الیک نورا مبینا، ما به تو نور نازل کردیم، یعنی قرآن، یعنی علم، علم دادیم. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. مسئله دستور به خواندن پیامبر صلی الله علیه و سلم، اگر گذشته از همه مسائل خود قرآن تنها در نظر بگیریم، قرآن یک علم، یک نور میتونه باشه. و انزلنا الیک نورا مبینا. یکی از دانشمندان امت اسلامی امام شافعی نام داره، مذهب شافعی هم در رده دوم بعد از حنفی در جامعه اسلامی و جامعه بشریت قرار داره، تعداد نفوسشون اینی مذهب مشهور است امام شافعی. پیش وکیع و اوکاف یا عین استادش است، وکیع نام داره، پیش از اون میره میگه که چه کار کنم، دانشمند شم، متخصص شم، دیگر از علمم استفاده بکنن به منزله خلاصه مفید واقع شم، جامعه من نجات بتم، جامعه من عقب مانده است، مردم نیاز داره به یک سلسله از امکانات، خدمات که شک وجود نداره بسیاری از خدمات دانش به وجود میاره، تنها انگیزه و تجربه و این مسائل نه، بلکه تخصص بسیاری از امکانات خلق میکنه. استادش برش وصیت میکنه، خود شعر میگه، شکوت الی وکیع سوء حفظی، شعر است، فاوصانی الی ترک المعاصی، دو جمله اخیرش، فان العلم نور من الهی، علم نور است از جانب الله، و نور الله لا یعطى لعاصی، نور خدا به گناهکار داده نمیشه. تو یعنی سرکش در جامعه، قانون گریز در جامعه نباش، به دنبال تخصص باش، الله علم نصیبت میکنه، یعنی تلاش بکن بالاخره علم نصیبت میشه. پس گفتم میتونیم که در جامعه دو تا صفت برتر وجود داره در واقع، که یکیش به منزله آفتاب او جامعه میتوانه باشه، دیگری به منزله مهتاب، که عبارت از علم و تربیت یا دانش و تربیت یا تعلیم و تربیت میباشه. ډیره مننه کوم استاد محترم، په دې باندې به خبرې کوو چې د ښوونې او روزنې یا تعلیم تربیت ترمنځ اړیکې څومره اړینې مهمې دي. زه اوس راځم دې ته افغانستان اوسنۍ جامعه کې چې موږ تاسو ژوند کوو، څومره اړینه مهمه ده چې د تعلیم او تربیې په کیفیت باندې باید بحث وشکړو. کیفیت څومره مهم دی؟ مثال تعلیم تربیه به کوو، موږ او تاسو روان یو، خو که کیفیت نه وي بیا به ستونزې نه راولوړي په ټولنه کې. استاد یقینا در جامعه مثل افغانستان آنچه که توجه چندان نشده روی تدوین و بازنگری به نصابهای درسی و تحصیلیش بودن. بله. کیفیت تعلیم در مکاتب، کیفیت تحصیل در دانشگاه و پوهنتون ها برمیگرده به مرجع مربوطیش که وزارت معارف و وزارت تحصیلات است. بفرماین مسئولین محترم در گذشته، حالا جدیدش که آمده هنوز فرصت شاید تدوین پیدا نکرده باشه، که چه کاری، چه خدماتی برای این دو حوزه کردن، چقدر تغییرات. امو کتاب ریاضی 20 سال پیش و 30 سال پیش، بازم امو کتاب ریاضی از فیزیک، کیمیا، تمام کتابهایش، این تغییرات و تحولات در اونا نامده، چیز جدید جاگزین نشده. هنوز ما فرمول های قدیم هم میخوانیم، در حالی که کاربردش در اصل امروزی در کشورهای پیشرفته هیچ اصلا کاربرد نداره. چیز جدیدی به وجود آمده تا تکنولوژی پیشرفته تر یا امکانات بیشتر مطابق به تقاضای مردم با در نظر داشته اصل. میخوایم عرض بکنم که کیفیت خیلی مهم است در تعلیم، خیلی زیاد جایگاه بالا داره. چرا که آموزش ساده شاید باشه، ما میتونیم چهار کتاب در پوانتون بخونیم، چهار کتاب در مکتب بخونیم، مشکل ما حل، اسناد ما را بگیریم، اما این که ما دانش کسب نکنیم و نتونیم به عنوان یک صاحب خرد، خرد تحقیقی در جامعه تقدیم شیم، هیچ کاری در واقع به جامعه انجام داده نمیدیم جز اینکه شخصیت کاذب و قلابی و رنگ آمیزی شده به خود ما خلق بکنیم به عنوان ماستر و دکتر، دیگه چیزی نیست. بنان ارگانهای زیربط را لازم است، مثل وزارت معارف، وزارت تحصیلات، که روی نصاب درسی خیلی دقت بکنند چه اشتباهات املایی که در کتابهای مکتب وجود نداره، چقدر واژه های غریبه و ناآشنایی که در کتاب های مکتب وجود نداره که داره، چرا توجه نمیشه. بسیاری از افراد این کشور هستن که به اکثریت واژه های انگلیسی، واژه یونانی، واژه عربی بلدیت ندارن، حالی که زبان های مشهور
این کشور داره میتونه به افرادش از او استفاده بکنه یا در پهلوش زیرنویس بکنه، ترجمه بکنه، زبان یونانی را، زبان انگلیسی را، زبان عربی را ترجمهش بکنه. اسامی هستن مثلا از ماهی های بزرگ بزرگ یاد شده در اونجا در کتابایش یا از مسائل دیگر یاد شده به نام خودش، به اصطلاحات خودشان، زبان های خارجی یا غریبه ناشنا. من نمیگم که افرادی جامعه و متعلمین زبان یاد نگیرن، یاد بینون بحث جدا است، جدا از این مسئله که من میخوام یاد بکنم. یعنی میخوام نکته ضعفی را نشانی بکنم، این که توجه نمیشه، اشتباهات املایی و مشکلات انشایی وجود داره در کتابای مکتب، چه رسه به ای که تدوین شه و موارد کاربردی در او اضافه شه، او که خیلی دور است و بعید است. کتاب بیولوژی را دکتر سایبو که در مکاتب تدریس میکنن میفهمن چقدر اشتباه داره. چرا باید اشتباه داشته باشه؟ کتاب بیولوژی یعنی چی؟ یعنی بازی کردن با سرنوشت یا با حیات انسان ها در داخل یک کشور. همین قسم کتاب های دیگری در مقطع تحصیل وقتی ما وارد میشیم، کتاب های تحصیلی همچنان به استثناء از کتاب ثقافت اسلامی، صدای مرا میشنوان اساتید دانشگاه، هم مسلک های عزیز ما میشنوان، به استثناء از ثقافت اسلامی که سمستر اول تا سمستر دهم شبانه ثقافت وجود داره، کتاب مشخص وجود داره که الله خیر نصیب بکنه اساتیدی را که روی از او کار کردن، دیپارتمنت های مشخص کار کرده در پنتون کابل و جای دیگری، دیگه در هیچ بخشش کتاب ثابتی وجود نداره. هر استاد مطابق سلیقه و ذوق خودش از گوگل پرینت میکنه چیزایی را به محصل درس میده. محصل چی یاد بگیره؟ در پاسخ به سوال شما، بله، کیفیت خیلی مهم است. در مورد کیفیت تنها استاد نمیتونه توجه داشته باشه. ما از 100 استاد پوانتون و دانشگاه تنها 4 یا 5 استادی را پیدا میکنیم که او استعداد خلاقیت، نوآوری، ابتکار در شیوه تدریس خود داشته باشه که درس این سمسترش نسبت به سمستر قبلی متفاوت باشه. بله. به محصلینش دیگه سایر اساتید هستن که چپتر 20 سال پیش و 30 سال پیش هم اگر داشته باشه درس میده، کیفیت نیست. بنام ارگان مربوطه قنده چه ده خونه روزانه خو مهمه ده شما گفت تاسو به ټولن تروند کو هغه کسان چې خلکو ته خونه ورکوي، خلکو ته روزنه ورکوي، چې هغه ته نوم یې معلم، استاد، د پانتون استاد، خون که خودل شوی څومره اړینه مهمه ده چې په دې برخه کې هم کار وشي. څومره په افغانستان کې موږ تاسو اوس مسلکي خون کې لرو، مثال داس خون کې موږ لرو کدي خونځي نه را پایل کو خوشنۍ سره اول خو در کانکور داس مثلا د استاد محترم کله چې کانکور از موینه ورکوي هغه کچی ټیټی نمرې وي هغه تعلیم تربیه ته ورکوي چې تعلیم تربیه نه پاریخ شي هغه ټی اغل وړ نمرو والا تیب انجینرۍ او دوه پنځو ته بځي چې شاید په نور نړۍ کې هم دغه سي کار نیوي. خو افغانستان کې دغه شونتیا لري کله چې مثال خونځي ته ځي په خوونځیو کې کټګوري کوي هغه استاد چې تر نورو علمیات ټیټ وي، تر نورو سویه ټیټ وي، هغه اصولي سمپی ته ورکوي، اول دویم دریم ته ورکوي، چې په نور نړۍ کې دغسې نه ده، برعکس د نور نړۍ کې. څومره اړینه مهمه ده چې دلته موږ او تاسو یو مسلکي استاد، داسې استادان ما کتلي، ما لیدلي په خوونځیو کې چې تر اوسه د ماشوم پرواپوهنه نه پوهي، ماشوم رټي، ماشوم ته وي ټمبله یا بله ټي. کور کې زموږ ماشومان راغلي موږ ته وایي چې پلاره ماته مې استاد ټمبله ویل، کاکا ماته مې استاد ټمبله ویل، هغه ماشوم ته به زه یو ساعت تل اکشر ورکوي چې نه ته ټمبل نه یې، خو دغه استاد خبر مني، زما خبر نه مني. مطلب مې دا دی چې څومره اړینه مهمه ده موږ او تاسو مسلکي استادان ولرو په دغه برخه کې کوښښ وکړو. خوشبختانه د افغانستان د 20 سال اخیر تعداد متخصصین در رشته‌های مختلف زیاد تقدیم جامعه شده، نادیده نگیریم. به دلیل از اینکه حوزه های تحصیلی در افغانستان بیش از 100 و چند حوزه تحصیلی در ولایات مختلف به ویژه در کابل که خیلی زیاد بودن، در مقطع ماستری هم فارغ دادن و در مقطع دکترا هم در کابل و جلال آباد اینجا فارغ دادن. یعنی ما متخصص زیاد داریم. مسئولین حوزه های تحصیلی، یعنی رؤسا، اینا توجه داشته باشند، معاونین علمی حوزه علمی اینا هم توجه داشته باشند در گزینش افراد که هر کدام استاد به تخصص خودش معرفی بکنن و هر کدام تخصص خودش درس بده. ولی تجربه افسانه خودم از حوزه های تحصیلی که من درس میتونم من حیث معلم ایست که وقتی مسئله روابط در داخل پوانتون مطرح میشه، میبینیم که معاون علمی دوست خودش را کافیست که اسناد تحصیلی داشته باشه برشه مقدر مطرح است. دیگه به خاطر از اینکه 4 افغانی برشه و
کتاباش زیاد میکنه، تعداد کردتاش زیاد میسازه. ای که چرا درس میده؟ میگه من خودم حاکمیت دارم برادر، درست است، احترام دارم به حاکمیتت، به دانشت، به مطالعات، اما تو تخصص داری، لطفا به تخصص خودت مراجعه بکن. اگر کتابی خارج از تخصصت که حاکمیت داری درس میدی، اگر مو وقت روی تخصصت و کتاب مربوط خودت مصرف بکنی، شاید چیزی در ذهنت خلق شوه، یک ابتکار داشته باشی، یک نوآوری داشته باشی. چرا خارج از تخصصت؟ دقیقاً که این مشکلات در سر تا سر افغانستان است. صنف پروپ نرسری را کسی درس میده که نباید درس بوده. برو برادر بالاتر، ما نیاز داریم در صنف 12 هم 11 هم درس بوده، چون نیاز داره در اونجا. وی که در صنف پروپ نرسری باید درس بوده برده میشه، در صنف 10 هم 11 هم مضمون برش داده میشه. این کارا باعث در واقع امو عنوانی که گذاشتیم تعلیم و تربیت دو بال پرواز به جامعه، با این چنین کارها امو بالهایی که جامعه را به پرواز وادار میسازه و وامیداره و زمینه پرواز جامعه را برش مساعد میسازه، این بالایش قطع میسازه، بالا را محبوس میسازه، به زولانه میکشدش. بنابراین تعلیم و تربیت را نادیده نگیریم و دو وسیله بسیار بزرگ و برتر، گزینش برتر، گزینه بهتر برای پرواز جامعه است. جامعه را به حرکت، هر جامعه ساکن را تعلیم و تربیت متحرک می سازه، هر جامعه خوابیده را تعلیم و تربیت بیدار می سازه، هر جامعه مرده را و مغزهای خوابیده و مرده را در حقیقت این تعلیم و تربیت زنده می سازه و حیات دوباره برش می بخشه. چون تعلیم و تربیت و خود تعلیم در حقیقت به منزله آب باران است بر زمین خشکیده که باعث رویدن و رویش میشه و سرسبز میشه. دیر مننه کپ استاد محترم، د تعلیم تربیه بو خبری کوشید د دوی ترمنځ رابطه څومره اړینه مهمه ده. مثال که یو څوک تعلیم کوي پسند کې خدای ما که تربیه و نویني، هغه د ټولنې لپاره مفید غړی واقع کېدلی شي او کنه؟ یا د دې ترڅنګ یو کس با تربیه وي، ښه تربیه اخیستی وو، مګر هم تخصص نه لري، تعلیم نه لري، دا هم یاره ټولنې لپاره یو ښه ګټور شخص تمامېدلی شي او کنه؟ تعلیم و تربیت مثل روح و جسم هستن. تعلیم میتونه جسم باشه و تربیه میتونه روح باشه، چون روح قداست داره، پاکی داره، پاکیزگی داره. انسان ای چه بسا تعلیم یافتگان بی تربیت که واقعا ما متاسف هستیم از وجود همچه افراد، شاید دکترا داشته باشه و فوق دکترا هم درجه تحصیلش باشه، اما از این که تربیه نداره میتونه در حوزه خودش که مثلا استاد دانشگاه نامشه بگذاریم یا معلم مکتب نامشه بگذاریم، نام همه را بد بسازه با یک کار بی تربیتی که انجام میده. حالا او فساد اداری باشه، فساد اخلاقی باشه، فساد مالی باشه، هر کاری که انجام میده. بنابر این جسم و روح هستن. اینطور خدمت طرز بکنم که تربیه میتونه انسانیت انسان ثابت بسازه. در واقع وجه تمیز و تفکیک انسان نسبت به سایر مخلوقات خصوصا حیوان باشه تربیه. وسیله تفکیک یک پرده ای است که حائل واقع میشه قلمرو انسان را نسبت با سایر حیوانات دیگه جدا میسازه. این انسان است چون تربیه داره در پلو تعلیمش. چقدر زیباست متخصصین ما با تربیه باشه، دکتر با تربیه باشه، صبر داشته باشه، حوصله، بردباری، بخشش، گذشت. چه زیباست یک ماستر ما که در رشته‌های مختلف دیگر تحصیل کرده، یک ماستر با تربیه باشه، رئیس پوهنتون با تربیه باشه، استادا با تربیه باشن، کارمندان خدماتی با تربیه باشه، کارمندان اداری با تربیه باشه. این تربیه ضامن بسیار چیزهای دیگری است. انسانهای بی تربیت انسانیت را مورد هدف قرار میتن و انسانیت را صدمه وارد میکنن. این رابطیشان هرگاه انسان خب میخوایم عرض بکنم در این قسمت که اگر انسان با تعلیم بی تربیت در جامعه حاکم واقع شده و مسئولیت جامعه را بگیره، میتونه که جامعه را مدیریت بکنه، اما فضای معنوی جامعه را از هم میپاشانه. درست آلوده با بداخلاقی های مختلف، چون بداخلاقی یک چیز نیست، صدها گپ است که بداخلاقی تعریف میشه، فضای جامعه را بداخلاق بسازم و مکمل آلودهش بسازم، انسانها را مریض بسازم. انسان با تعلیم بی تربیت که در جامعه حاکم میشه، اینجاست که فساد اداری، فساد اخلاقی،
تعصب و تبعیض و مسائل دیگری به وجود میاد چون تربیه وجود نداره. مشکل تربیتی است، وگرنه در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تخصص آنچنینی که امروز است او زمان وجود نداشت. او زمان آنچه که وجود داشت تربیه بود و او افراد با تربیت میتونستن کنار هم زندگی بکنن. بلال از حبشه، صهیب از روم، سلمان از فارس، اینا همه کنار هم برادرانه زندگی بکنن. هیچ چیزی را جز برادری، صمیمیت نمیدیدن. در یک کلام هیچ چیزی جز ایمان نمیدیدن. و ایمان بود که اینا را با هم برادر ساخته بود. به می دلیل بود که وقتی خالد ابن ولید به برادرش گفت که تو برادر هستی، و خالد ابن ولید مسلمان نشده بود، برادرش مسلمان بود. گفت تو برادر هستی، چرا فضای خانواده را از هم میپاشانی؟ گفت برادر ما تو نیستی، برادر ما محمد است، عبدالله ابن مسعود است، عبدالله ابن عباس است. خب بالاخره بلال حبشی است، برادر ما اونا هستن. ببین برادری را در ایمان تعریف میکردن. یعنی تربیت هم خیلی خوب است. اگر تخصص نباشد تربیت میتونه فضای اخوت، صمیمیت، برادری را جمع بسازه. اما اگر ما خواسته باشیم که جامعه ما را به پرواز در بیاریم که در قله های بلند موفقیت پرواز بکنه و خودش را در ردیف و رده کشورهایی که در حال پرواز هستن و در پرواز آمده اند ببینه، امکان نداره که بدون تخصص به اون موفقیت دست پیدا کنن. بنابراین به خاطر پرواز کردن در جامعه و به خاطر موفقیت کسب کردن در جامعه، به خاطر ای که ما دست پیدا کنیم به آنچه که دیگه کشورها دست پیدا کردن، در ضمن از ای که تربیت داشته باشیم، تعلیم هم باید داشته باشیم. چون بدون تعلیم هرگز امکان نداره. یعنی یک آدم با انگیزه و با ایمانی که درایوری را یاد نداشته باشه هرگز موتر به حرکت در آوردن نمیتونه. هر اندازه که جفت و خیست بزنه در داخل موتر نمیتونه. تیاره را به بلندای آسمان برده نمیتونه چون تخصص نیاز است. بنابراین در ضمن تربیت تخصص کاملا ضرور است که باید داشته باشه. ډیر مننه که استاد بود تربیه غوړم ځای بل پښتنه هم وکړم. تربیه موږ تاسو دنه کسانو شي پلانایت فاميلي تربیه لري، یعنی فوق العاده انسان د فاميلي تربیه فوق العاده ده. ښه، اوس ماته پښتنه ده، شاید نور اوریدونکو ته هم دا پښتنه پیدا شوي. تربیه په ښوونځي کې، په پوهنتون کې ترلاسه کیږي که په فامیل کې؟ د ښوونځي او د پوهنتون تربیه د فامیل د تربیې سره څه فرق درلودی شي؟ تربیه در واقع یک غریزه فطری در وجود تمام انسان هاست. اصلا از یک بود که فکر بکنیم در وجود تک تک انسان های روی زمین یک موجود خدا خلق کرده به نام عقل. عقل پیامبر وجودی هر انسان است، غیر متحرک، پیامبر غیر متحرک نامش را میگذارن. وقتی عقل داره انسان نیازی به هیچ چیز دیگری نیست. از یک بودش که بررسی کنیم همینطور است، نه نیاز به پدر، نه مادر، نه مکتب، انسان خطول عقل لری، دست انسان ها چه عقل اون لری؟ امیره میخوایم بگویم وقتی که پیامبر غیر متحرک در وجودشان است، از یک بود که بس کنیم نیاز به هیچ چیز دیگری نیست، باید از عقل خود استفاده کنه. دلیلی که روز قیامت انسان ها مجازات و مکافات میشن حتی اگر پیامبر برش نامده باشه و کتاب نازل نشده باشه، موجودیت عقلش است. چرا از عقلش استفاده نکرد؟ افلا یتفکرون، چرا تفکر نکرد؟ قرآن میگوید افلا یتدبرون، چرا تدبر نکرد؟ سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، چرا خوب به آسمان ها، به نفس خود چرا نگاه نکرد؟ بفهم از زندگی را. طبیعت انسان میلان به کار خوب داره. وقتی انگیزه داد، ابراهیم علیه السلام پیامبر شد در جایی که یک تا مسلمان نبود. چرا رسد به ای که پدرش با تربیه باشه، مادرش بود. او هم در مغاره کوه بزرگ میشه. چطور تانست به نبوت برسه؟ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به نبوت رسید، رحمت للعالمین شد، بهترین انسانهای روی زمین شد، در حالی که نه پدر داشت، نه مادر داشت و نه کسی او را تربیه کرد. چون از عقل خود درست استفاده کرد. بنان از یک بود که بررسی کنیم، هر انسان باید خودش خود با تربیه بسازه، کاری بکنه که شایسته یک انسان است، عملی را انجام بده که او عمل با معذرت حیوانات شاخدار انجام نده،
حیوانات اشکدار زناب انجام نده، کاری را انجام بده که حیوانات پنجالدار گوشتخوار انجام نده، کاری را انجام بده که شتر و کار انجام نده و سایر حیوانات. یک انسان شایسته یک انسان است، ای از عقل خود استفاده بکنه. بنن ملامت نکنن پدرها را. پدرها صبح در کار میرن، خفتن در خانه میرسن. چه وقت به تربیه و مادرش هم که نگذاشته درس بخونه و بیچاره شیوه تربیه دادن یاد نداره. آخرین شیوه را که یاد داره پدر لعنت صدا میکنه بچه خوده. چون درس نخونده نمیفهمه. و پدرم که خسته و مانده خانه میره که خانمش از او پذیرایی کنه، اولین گپی را که میشنوی است پدر نلعت بر پدرت فلان فلان، تو چرا شوخی میکنی؟ وقتی ما در این تو یک وضعیت قرار داریم، هر انسان، تک تک انسان‌های روی زمین، خصوصا افغانستان ما و شما که در این وضعیت قرار داره، از عقل خود استفاده بکنه. درایور محترم، وقتی که سواری والای خودت کسی که در موترت انتقالش میدی حوصله نداره، موی سفید از کهنسال از یک گپی برات میزنه، از عقلت استفاده کن. با مشت در صورتش بزنی یا از بخشش و عفو و عقلانیت کار بگیری. بنان عقل بهترین وسیله. به می دلیل است که دانشمندان عقیده عقل را وسیله نجات معرفی میکنند. عقل یک. از بود دوم، بله، پدر نقش داره، برادر نقش داره، همسایه نقش داره، استاد در مکتب نقش داره، استاد در پانتون نقش داره، محیط نقش داره. به می دلیل است که حقوق همسایگان معرفی میشه، همسایه به همسایه حق داره. حتی آنقدر تعریف شد حق همسایه، اصحاب پیامبر ترس از این داشتن که شاید همسایه از همسایه میراث بگیره. اینقدر حق داره. پس همسایه محترم، بی ادب نباش که همسایت بی ادب میشه. دزدی نکن که همسایت از تو یاد میگیره. رفتار زشت نداشته باش که همسایت از تو یاد میگیره. معلم محترم، در داخل صف که میری متوجه لباست باش، متوجه رفتارت باش، متوجه لبخندت باش، متوجه نوشتت باش، متوجه فریاد و صدای بلندت باش، متوجه چوب گرفتنت باش. ای معلم، چوب را انسان بالای کی میگیره؟ یک عقل کمیره میگوید دیگه. چوب بالای کی باید گرفته شد؟ تو مگر بزکش هستی؟ تو میخوای کدوم کار شطرها را میبری؟ قافله را راهنمایی میکنی؟ تو که انسان تربیه میکنی، چوب چرا در دست است؟ رای حل نجات این کشور به خاطر تعلیم و تربیه از بین بردن انسانهای جاهل نیست. که انسانهای جاهل یک یکی شمشیر بزنیم از بین ببریم. از بین بردن جهالت جاهل رای حل است. جهالتش از بین ببر. کل ما منطقیات منطق نوشته میکنن، کل ما طلعت شمس فنهار موجودن. هرگاه آفتاب طلوع کرد، روز خودش به وجود میایه. چرا نفرین به تاریکی میکنی؟ منتظر روز باش. به عوض نفرین به تاریکی، به گفته هلال احمر، شم روشن کن. شم روشن کن، تاریکی از بین میره. بدبختی دی کشور ای است که هر کسی جاهلی را دید میره او را میکوبه. او برادر لطفاً به خاطر جهالتش جنگ نکن، او بالاخره اسلام میشه، رای حل برش وجود داره. پس تعلیم و تربیت دو بال پرواز به جامعه است. برادران ما، پیام ما اگر بگویم که فکر کنم که وقت تمام است، اگر پیام ما خلاصه عرض بکنم است که تمام مسئولین حکومتی افغانستان، تمام افرادی که در جامعه زندگی میکنه، خانواده های محترم، مکاتب و پانتون ها، همه باید بدانند که رای حل برای نجات این کشور هم تعلیم است هم تربیه. تعلیم و تربیت که حاکم شد بالای زن و مرد این کشور، بفهمند 100% به ضمانت. ما میگیم چون دلایل وجود داره که جامعه ما نجات پیدا میکنه. واقعیت هم دی استاد دیره مننه که استاد غور وینا اوس خمو تاسو په چار کې بریا غواړی. ژوند دې ښه.